خب ببینید، برای اینکه ما بخوایم یک توکن CSRF داشته باشیم داخل سایتمون، اصلا باید ببینیم که این توکن چه کاری رو برای ما انجام میده. ببینید، شما اگه برنامه نویس باشیم میدونین که میتونین سایت خودتون به صورتی برنامه نویسی بکنین که چند سکویی باشه، یعنی اینکه از راهها و روشهای دیگه هم بتونن کاربرها بیان و از سایت شما استفاده کنن. منظور همون استفاده از سرویس هایی هستش که حالا شما به سایتتون میدین و به کاربرانتون در واقع میدین و سرور شما به عنوان یک وب سرور یا API در نظر گرفته میشه. حالا بحث CSRF رو ما اگه بخوایم به صورت بازتر برای شما بگیم، وقتی شما برای سایتتون میایم یک فرمی درست میکنیم، مثل همین فرم ورودی که داریم میبینیم، و حالا دو مورد ما از کاربر میگیریم، یکی ایمیل و رمز عبور. خب هر کاربری و هر کسی که حالا چه رمز عبور رو داشته باشه، چه ایمیل رو داشته باشه یا نداشته باشه، میاد و یک درخواستی رو به سمت سرور شما ارسال میکنه. حالا سرور شما میاد و پردازش های خودش رو انجام میده و به نسبت همون که حالا ورودی ها صحیح هست یا ورودی ها نادرست، شما یا همون کاربر رو به صفحه یه مورد نظر ارسال میکنه، یعنی که یک خطایی رو برایش به نمایش میذاره. حالا بحث CSRF توکن، بحث اینه که ما میخوایم مثل همون بحث API که شما قرار میدادین که کاربر از چند تا نقطه بتونه به سایت شما دسترسی پیدا بکنه، داریم اینو نقض میکنیم و میگیم بالعکس این، یعنی اینکه هر کاربر از هر فرمی که میخواد وارد سامانه شما بشه حتما باید همون فرم داخل سایت شما باشه. یعنی یه جورایی داریم یونیک میکنیم سایتو، اون فرمشو، و جلوی اینکه حالا ریکوست ها از جاهای مختلف دیگه بخواد به سمت سایت شما ارسال بشه رو داریم میگیریم. خب اگه خاطرتون هم باشه و برنامه‌نویسی هم کرده باشین، میدونین که PHP اجازه رو میده که هر درخواستی به سمت اون صفحه‌ای که حالا $_post داره و حالا ریکوست پست ارسال بکنه، هر کاربری میاد و اونو پردازش میکنه و فارغ از اینکه حالا آدرسش از کجا باشه. ما میتونیم بیایم و این بودم امنش بکنیم و بگیم حتما درخواستی که داخل خود سایت میاد و بیایم پردازش بکنیم، که اینم بد نیست انجام بدیم روی اسکریپتمون. ولی خب حالا مبحث CSR بحثش همینه که اون فرمی که حالا کاربر داره تکمیل میکنه و ارسال میکنه، حتما خود کاربر اون فرم رو پر کرده باشه و درخواستی وجود نداشته باشه از جایی مختلف. یه جای دیگه هم تو سایت OWASP اومده و یک توضیح کوچیک دیگه ای داده و گفته که اسکریپت هایی وجود داره که میتونن مهاجمین بیان و داخل یک اینپوت یا یک ایمیجی قرار بدن و بعدش حالا کاربری که اون ایمیج یا اون اینپوت رو میبینه یا کلیک میکنه یا هر کار در واقع اکشن دیگه روش انجام میده، اون کد جاوا اسکریپت یا اون کدی که حالا مهاجم قرار داده تو همون ساختار رو میتونه بیاد اجرایی بکنه مهاجم و از سمت سشن یوزر اصلی و اون یک فلایندی رو انجام بده، که حالا تو اون سایت اومده و بحث دیلیت کردن یک یوزر یا حتی چنج کردن پسورد اومده، یک چند تا نمونه شو قرار داده. خب حالا ببینید توکن CSRF اصلا به چه صورت کار میکنه. ببینید، ما اینجا اومدیم و توی صفحه هوم یک توکنی ایجاد کردیم. فقط یه نکته ای که هست، حتما باید قسمت انتهایی کدمون باشه جنرال کردن یا ساختن این سشن. اگه ما اینو بزنیم بالا و تولید بکنیم، هر دفعه چون ما وان پیج هست و کل ریکوست مون تو همین صفحه پردازش میشه، باعث میشه دوباره یه سشنی ساخته بشه و خب 100% با اون مورد پایین یکی نیست، چون ریکوستی که ما ارسال میکنیم سشن هم همراهش میره و برای ما خب 100% ارور چاپ میکنه. اومدیم ما اینجا یک عبارت خیلی ساده استفاده کردیم، گفتیم طولش 32 تا باشه، یعنی مینیموم و ماکسیمومش، که نسبت بده به سشن. و خب اینجا هم گفتیم که ساب اس آر تی باشه، یعنی هیچ کاراکتری توش نباشه. از بیس کانورتر استفاده کردیم، از الگوریتم SHA-1 که اومدیم اینجا گفتیم یه عددی هم رندوم تولید بکن و به این طول هم بهش اضافه کن،
که بعدش اینو نسبت دادیم به سشن توکن و اینجا هم اومدیم یک هیدن استفاده کردیم، اینپوت هیدن یعنی اینکه ساختارش اصلا قابل نمایش برای کاربر نیست ولی تو بطن کار هست، و گفتیم این سشن رو برای ما اینجا جای ولیو بذار و همراه این فرم ارسال بکن. بالا هم خب خیلی ساده اومدیم و گفتیم که اگه سشن توکن که این عبارت هست و ساخته شده با پست توکن که همون عبارتی که کاربر داره ارسال میکنه یکی بود، فرآیند انجام بده، در غیر این صورت بیا و خطا بده. من میرم و بررسی میکنم اینجا ادمین و 4-0. خب هی من بیام این قسمت رو ببینید، میبینید که این رندوم کد اومده و یک سی اس آر اف ایجاد کرده و وقتی من ورود بزنم به صفحه بعد میره خیلی راحت. و حتی اگه ما بریم به قسمت نتورک تو صفحه قبلی اگه من میرفتم اینجا هم میشه پارامترها رو ببینیم، یک ریسپانسی داده پارامترها. خب تو این دیده نمیشه، بعد پروکسی بکنیم تا با همدیگه ببینیم که این پارامتر ریکوست به چه صورت در واقع ارسال شده. ولی خب جای جالبش اینه که هر دفعه که ما اینو ریفرش کنیم میاد و یک توکنی میسازه و این توکن یونیت همین لحظه و همین تایم هست که همراه این فرم ارسال میشه و اینطوری ما میتونیم بفهمیم که کاربر واقعا از این فرم داره اینو ارسال میکنه، چون هر دفعه که ما بخوایم ریکوست ارسال بکنیم نیاز داره اون توکن ایجاد بشه و چون توکن هم وجود نداره و در ثانیه یا کسری در ثانیه و در هر درخواستی ایجاد میشه جلوی این حملات CSRF رو میگیره. به این حالت میگن CSRF توکن یا درست کردن کلید CSRF.